اگه پیاز چه دارید، این غذای خوشمزه و آسون رو حتما درست کنید. هم خیلی ساده است و هم عطر خیلی خوبی داره. قبل از هر چیزی ممنون میشم دکمه سابسکرایب رو بزنی و این افتخار رو بدی تا عضوی از کانال اکوکوک بشی. اول از همه دو تا سیب زمینی متوسط رو باید آب پز کنید. روشون آب می‌ریزیم و می‌ذاریم بپزن. البته برای من یکم بزرگ بودن، اما شما سعی کنید از سیب زمینی کوچیک‌تر استفاده کنید که در انتها موادتون خیلی سفت نشه. یه دسته پیازچه رو هم ریز خرد می‌کنیم. برای من تقریباً 12 تا پیازچه باریک بود. پیازچه‌های خرد شده رو داخل یه کاسه بزرگ می‌ریزیم. برامون جالبه اگه گیاه‌خوار هستید و گوشت مصرف نمی‌کنید، بنویسید که چه غذاهایی میل می‌کنید. و بهترین غذای گیاهی که بیشتر از همه دوست دارید چیه؟ سیب زمینیامون که پختن، نوبت پوست گرفتنشونه. بهتره بذارید سرد شد، چون هم راحت‌تر پوستشون گرفته میشه و هم موقع ترکیبش با بقیه مواد باید از داغی افتاده بشه و همین که روغن کمتری جذب میکنه. بعد هم رندشون میکنید. بهتره رنده درشت باشه، چون اگه خیلی ریز کنید سیب زمینیاتون موقع مخلوط شدن حالت چسبنده پیدا میکنه. دوست عزیزم، لایک کردن این ویدیو ازت وقت نمیگیره، اما به ما خیلی کمک بزرگی میکنه تا بیشتر دیده بشیم. نصف قاشق چایخوری نمک، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه، نصف قاشق چایخوری هم پول بیبر که اختیاریه، کمی زعفران دم کرده. اگه دوست داشتید میتونید زعفران رو حذف و به جاش زردچوبه استفاده کنید. 2 تا 3 عدد تخم مرغ. من اول 2 تا تخم مرغ زدم و مخلوط کردم، اما چون سایز سیب زمینیام یکم بزرگ بود، یه تخم مرغ دیگه هم اضافه کردم. چون اندازه سیب زمینیام متفاوته، تخم مرغ رو تا جایی اضافه کنید که موادتون کمی شل باشه و به راحتی بتونید داخل تابه پخششون کنید. میتونید از پودر سیر و پیاز هم استفاده کنید. آیا میتونستین اگه ویدیو همونو لایک کنید بهمون کمک میکنید تا بیشتر دیده بشیم و منم از این بابت خیلی خیلی ازتون ممنون میشم. اگه هم تا الان عضو کانالمون نشدی، خوشحال میشم دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو هم بزنی و همراه همیشگیمون باشی. وقتی خوب مخلوط شدن، داخل یه تابه نچسب روغن میریزیم و میذاریم داغ شه و سپس مواد رو میریزیم و سطحش رو خوب صاف میکنیم. درش رو میبندیم و میذاریم یه سمتش برشته و طلایی بشه و بعد با کمک یه بشقاب برمیگردونیم تا سمت دیگه هم بپزه. به به، عجب کوکویی شد. برای این غذا میتونید از سیب زمینی خام هم استفاده کنید که روغن کمتری جذب کنه. سیب زمینی های خام رو ریز رنده کنید و آب اضافهشون رو بگیرید و مثل همین ویدیو ما بقیه مراحل رو ادامه بدید. عطر این کوکو سیب زمینی با پیازچه محشر میشه. نوشه جان.